با حمد و سپاس به خداوند سبحان و درود به پایان بر روان پاک تمام انبیای الهی و محمود وسیع در برنامه برگشت به قرآن در تلویزیون جهانی زرین خدمت شما بیننده گرامی هستم. و امروز که 3 اکتبر سال 2020 میلادی جای خوشی است که باز هم شما را داریم. دوستان ما سوالات داشتن، سوالات خوبی است که البته باید روش صحبت بکنیم و من تلفون دوستان را برای نیم ساعت آخر تلفون دوستان را میگیرم انشاءالله همراهشان صحبت میکنیم. تلفون آف کردیم برای زی که همی سوالاتی که کردن، تفسیرهایی که دارن و مطالب را که میخواییم سرش صحبت بکنیم یک جایی برسن، باز انشاءالله که خطای دوستان را میگیریم همراهشان صحبت هایی میداشته باشیم. آقای روزنه چیلاک در فیسبوک کامنت گذاشتن که هدن للمتقین برای بیننده توضیح داده شود که فکر کنم یک بار دوگام این توضیح را من دادیم، اما خوب است، چیز خوب است که هدن للمتقین که در آیه دوم سوره بقره یاد میکنم قرآن کریم خود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایت است برای متقیان که اونا یاد کردن، درست یاد کردن که متقیان تنها مسلمان ها نیست، این تنها برای مسلمان نیست که یعنی هدایت است برای هر کسی که خدا را حاضر ببینه و تقوا داشته باشن، یعنی تقوا اینا خدا را حاضر ببینه در مسائل خود، یعنی خدا پرست باشن، برای هر کسی واقعا این هدایت است. یا معنای دیگه که معمولا کردیم در هدن للمتقین، هدایت است برای متقیان، متقیان کسایی است که چیزایی که مغایرت داره با قرآن کریم از اون بپرهیزد، چرا متقی را معنایش پرهیزگار هم معنا میکنن، از چی پرهیز بکنن؟ از چیزایی که مخالف از این کتاب است، مخالفی کتاب ما برش ایمان داره، پس از اونا هم باید خودداری بکنن، هر چیزی که مغایرت با این کتاب داره. پس متقیان این تعبیر هم داره و ضمناً برای باید یاد بکنم برای همه هست. خب همه که میگیم ما مسلمان ها به این کتاب ایمان داریم، همه به ایمان نداره مگر اینکه کسایی میخوانن که برای مؤمن مسلمان هم نیستن، میخوانن و ازش چیزایی میاموزن و میبینن و میگیرن و خوششان میاد، ولی و یا ایست که عمیق‌تر میخوانن پس آن باورشان میشه کتاب کتاب حقی است، مربوط خود انسان ها هست. اما بعض صورتش یعنی هدایت بر اونمو کسا هست، تنها محدود به پیروای محمد صلی الله علیه وسلم نمیشه. آقای چیلاک هم در یک کامنت دیگه خود در تفسیر دیگه کرده بودن، در این یاد کردن که شراب و خمر در زبان عربی فرق میکنه، ولی بسیار خوب گفتن، درست میگن. وقتی قبل البته در مورد ناسخ و منسوخ مثال هایی دادن، اگر دوستا و عزیزای ما بخاطر داشته باشن، در مورد ناسخ و منسوخ یک مثال هم مسئله شراب بود که در سه حالت یا در سه آیت بود آمده بود و در او یک تفسیری کردم. من بیشتر کلمه شراب به کار بردم که آقای روزنه چیلا نکته خوب را اشاره کردن، کلمه شراب. ببینید عزیزای من که من روز پرزم امیال من برتان بگویم که امیال بگویم که شراب حلال است، شراب همه میتونن، شراب برای همه حلال است. همین جمله را اگر من بگویم یک تعداد تکان میخورن واقعا که چطور من اینم میگم شراب حلال است، برای اینکه اصطلاحا شراب و مشروبات الکلی اطلاق میشن اصطلاحا، اما از نظر لغوی شراب یعنی نوشیدنی، شراب یعنی نوشیدنی.
آب شراب است، شربت های مختلف، آب لیمو، لیمونید به اصطلاح، هر نوع شربت را که شما میل میکنید نوش جانتان حلال است، او کلش حلال است. اما وقتی ما بگویم شراب حلال است، خب تکان میخورن که والا چطور شد؟ چطور شد که میگه شراب حلال است؟ پس یه اصطلاحی است که ما یاد کردیم، اصطلاحی است که یاد کردیم در مثال قبلی هفته قبل منظور است. اما درست میگن که کلمه اصلیش کلمه خمر است که در اون سه آیه که یاد کردم دو جای کلمه خمر استفاده شده. خمر یعنی یک چیزی که خمار میاره، یک چیزی که انسان را نشه میسازه، یعنی مواد نشه آور که تنها به شراب هم اطلاق نمیشه، یا مبخشنوی مواد الکولی بگوید تنها به مواد الکولی هم اطلاق نمیشه، هر اون چیزی که بتانه انسان را از حالت نارملش یک اندازه بکشه، اگه شراب است یا دیگه مواد مخدره است، هر چیز میتونه که در جمله خمر محسوب شود. که دو جای در قرآن کریم، یکی آیه 219 سوره بقره و یکی هم آیه 90 سوره مائده خمر یاد کرده، و آیه 43 سوره نساء گفته بود که ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، اونجا خمر یاد نشده، شراب هم یاد نشده، اما سکارا یه تأثیرش یاد شده که نشه، وقتی شما نشستین برای ما نزدیک نشد، یعنی هر اون چیزی که بتان انسان را نشه، هر اون چیزی که نشه آور باشه میتونه که در جمله خمر محسوب شد. بله، تشکر از آقای چیراغ از یادآوری شد. و دوستای عزیزی که لطف میکنن برنامه را میبینن، یکی دو ساعت وقت خودم بگذرانن، خواهر و برادر ما، واقعا جای بسیار خوشی است، ممنونشان هستم، ممنون احسانشان هستم، مثل دو عزیزای سلطان نوری، پغمان گرین، صوفیه فخری که بسیار لطف کردن، بسیار مهربانی کردن، عبدالله شریف، حنیف حبیبی، مصطفی فاضل، روفی عزیز، از اینا هم سپاسگزار هستم که به برنامه ما گوش میدن و گوش میکنن. و ضمناً اینجا دوستایی که امروز سلام گفتن، آقای اقبال نوروزی سلام مرام بپذیرین، آقای همنوا نعیم سلام، آقای وزیر صاحب تشکر از شما سلام مرام بپذیرین، فرید عمر سلام و عرض ادب احترام برشان تقدیم است. و انشالله که دوستا و عزیزای دیگه هم که تبصرهای داشتن و سوالات تقریبا طرح کردن اونا را هم نام اسمایشان هم میگیرم و دوستان صحبت داریم. البته آقای حسینیان یاد کردن که آیه اول سوره نساء چگونه از یک تن واحد خدا خلق کرد چیده. سوره نساء سوره چهارم قرآن پاک هست که البته من تقریبا دو سه هفته شهر قبل در این مورد در بخش تفسیر ترجمه توضیحی بگویم، در بخش ترجمه توضیحی توضیحات کافی دادیم. اما سوالشان ایست که چطور از یک تن ایجاد کرد جفتش از زن شد. ببینید قرآن کریم یاد میکنه که یا ناس و انسان ها در ماهی اول سوره نساء، و انسان ها اتقوا ربکم، شما بر حذر باشید از پروردگارتان، او را حاضر بدانه الذی خلقکم من نفس واحده، اویی که شما را از یک نفس واحده ایجاد کرده. اینجا کلمه زن و مرد مطرح نیست، گرچه که کلمه نفس خودش مؤنث است، کلمه نفس مؤنث است،
نفس واحده گفته شد. اما قرآن کریم اینو یاد نمیکنه که اول خدا زن خلق کرد و بعد از اون مرد خلق کرد. و توضیح هم دادم که وقتی میگه آدم خلق کردیم، خب زن هم آدم است، مرد هم آدم است، هر دوش آدم است. آدم منظور انسان. پس ای که یاد میکنه و یاد میکنه که در موهای مبارک یاد میکنه که و خلق منها زوجها، منها ضمیر است، یعنی از که ما تعبیر کردیم که از عین تعبیر محمد صلی الله علیه و آله بوده، خلق منها از آن جفتش هم خلق کرد، یعنی هر دو زن و شوهر از یک از یک عنصر هستند، هر دو انسان هر دو از یک موجود است، زن و شوهر هر دو شوهر. و خلق منها که سوال از اینا میشه چطور از او ایره ایجاد کرد. البته ایره باید یاد بکنیم از زنها که اینا مسئله خلقت و اینا چیزاییست که فکر کنیم در قرآن کریم 1400 سال قبل یاره مطرح کردن. 1400 سال قبل فکر کنیم بشر با چه شکل زندگی میکرد، به شکل بسیار بسیار ابتدایی و بدویش. سطح سواد اگر انگشت نشانه وقتی میگن با سواد بوده، خب سواد چی داشتن؟ یک کمی میتونست که بخانه، یک کمی هم با بسیار مشکلات میتونست یک نام خود نوشته کنه، یک کمی که یک چیز نوشته بکنه. خب نه مدرسه بود و نه کالجی بوده یا نه یونیورسیتی بود و هیچ چیز نبود که مردم جا برای درس بخوانه و اینا. خب در اون شرایط و یا حتی پیشتر بریم، اگر در بایبل فکر بکنیم، بایبل 3000 سال که تورات اینا تقریباً در حدود 3000 سال پیش آمد، خب بسیار دو برابر تقریبا دورتر محقب بریم، به این سطح همقدر دانش کم بود، معلومات کم بود و تکامل اصلا پایینش بود، تکامل بشری انسانی. به اون خاطر قرآن کریم اینا را که یاد میکنه به یک شیوه یاد میکنه، بایبل هم به میشکن به یک شیوه یاد میکنن که قابل فهم برای مردم باشن. اما یعنی شکل تمثیل هست، تشبیه هست، استعاره هست، اینا کلمات است که اینا حالات است که در کتب آسمانی به کار رفته. و یکی جای یاد کرده که مثلا انسان از خاک آفرید که بعد از اون افسارهای جور کردن در مورد از اون که خاک گرفت و بچه چطور کرد جور کرد و آدم جورش کرد و پف کرد خدا و خانم شد انسان شد. خب اینا چیز خنددار است که انسان جور کرده، اما وقت قرآن گریم یاد میکنه که از خاک آفه انرژه، همین خاک است که دوست وجود ما ساختش دردش، وقت انسان میمیره پس دوباره به خاک تبدیل میشه. شما فکر کنید که در یک ماه میلیون ها انسان در جهان وفات میکنند. اگر این از یک ماده و عنصر دیگه میبود، چه مشکلات محیطی، مشکلات بسیار زیاد ایجاد میشد که چطور او را حل و فصل بکنند. اما خداوند سبحان انسان هم بعد موجود خلق کرده که موجود خاک هم موجود خاک پس به خاک سپرده میشه و به خاک تبدیل میشه انسان، به خاک تبدیل میشه، گازات و آب و ایناش تبخیر میشه و فرار میکنه، مواد عنصرهای دیگهش مثل پوتاسیم و کلسیم و فاسفور از هر چیزی که هست پس به خاک علامه میشه که وام خود خاک نه در حقیقت قوی میسازه و از او خاک باز دیگه چیزا استفاده میکنه و از او خاک نباتات میروید و از او نباتات باز حیوانات استفاده میکنه، حیوان رشد میکنه. ببینه اینا یک سایکل هست، یک سایکل است که جریان داره و این عظمت پروردگار، یعنی دیزاین و سطح
دیزاین و طرح از او بوده که همونطور ایجاد شده. پس و چیزایی که یاد میشه به خاطر که انسان ها قابل فهم برشان باشن. یکی یاد میکنه که چطور از یک تن واحد خلق شد، یعنی از عین عنصر که در حقیقت اگر جمله بسیار ساده براتون بگم، آدم و هوا که هوا در قرآن کریم پنمیش نامده، از هر دوی از اینا این همین انسان هایی که امروز 7 میلیارد انسان در روی زمین است ایجاد شده. و خلق منها زوجها و بطن منها رجالا کثیرا و نساء، در این آیه حیات میکنه زن و مرد بیشماره ایجاد کرد از هر دویشان. اما اگر جدا جدا بکنیم تو قرآن که یاد میکنه که شما را از یک نفس واحد خلق کرد و خلق منها زوجها، و از عین ماده و عنصر اگر نامش بانید جفتش هم خلق کرد، زنش از یک عنصر دیگه نبود، از عین ماده و مواد و عنصر اینا هر دوش ایجاد شد که از هر دوش امروز انسانهای بیشمار در روی زمین پخش شد. بله بازم من آقای چیز دوگام یادم آمد که آقای روزنه چیلان یک تفسیر که دوگام کرده بود که واژه صبر یعنی مقاومت و دفاع در مقابل متجاوزین. ولی بسیار خوبی شد که صبر که قرآن کریم یاد میکنه گفتن اکتیو است، یعنی فعالت یک کلمه اکتیو است، یعنی کلمه است که نشان میده که دفاع در مقابل متجاوزین، مقاومت، صبر و شکیبایی از خود نشان دادن. صبر ما بارهایی را یاد کردیم که صبر به این معنا نیست که اگر کسی حق ما را بخوره ما صبر بکنیم خدا جزای ما را میده، چون خدا جزای ما را بده به صورت که چرا ما حق خود نگرفتیم، چرا ما حق خود نگرفتیم، باید نه حق کسی را ما حیف و میل بکنیم و نه اجازه بدیم که کس دیگه حق ما، حق و حقوق ما را حیف و مین بکنه. این صبر نیست که ما تن بتیم ظالم بانیم که ظلم کرده بره و هر قدر خدا در دنیا باز جزایش بده، در دنیا ما هم معذب میشیم از این آیه، مگر اینکه یک توان و چاره ای نداشته باشیم. باز این توان و چاره نداشته باشیم خب نداریم دیگه، او حساب چاره است. اما یعنی صبور در موقعی است که انسان مشکلات میبینه به خاطر اهداف عالی و والایی که داره، دینی، دنیایی، هر چیزی که هست، و دورا صبور است، شکیبا هست، شکیبا هست و به پیش میره به شکل اکتیوش هست نه پسیوش، یعنی به شکل فعالش هست نه به شکل از این که قبول بکنه که خب دیگر این خاص خدا بود، از چیزا بسیار ساده است که ما بوه. پس در اون صورت بله کاملا درست است که یک چیز است فعال و یک چیز است که مقاومت در مقابل متجاوزی، و او را خداوند صبور گفته و ان الله هم از صابرین هم که یاد کرده که من همراه صابرها هستم، یعنی کسایی که صبور هستن در این را و تحمل دارن و به پیش میرن، به عقب نمیرن، مقاومت دارن. خداوند میگه من رو چون هست این الله مع صابرین، بدون شک خداوند همراه صابران هست. آقای رحمت الله حمیدی یک مطلب را یاد کردن در مورد از این که جن و جادو، اگر یک تفسیری رجوع بکنیم جن و جادو، ببینید که یکی جن که ما داریم، اصطلاح جن، یکی جن فولکلور است که ما داریم، قصه و داستان هاییست که برای ما آورده شده و گفته شده و از این وسائل قصه و افسانه هست و فولکلور هست، قصه و افسانه هست، داستان های بسیار رنگینه که در تقلیه خواهد مصروف کردن و صحبت کردن و قصه کردن از این وسائل. قرآن کریم وقت از جن یاد میکنه از او منظور او نیست. جن در از دید قرآن کریم کلمه عربی جن یک چیزی که ناپدید میشه، ظاهر میشه و ناپدید میشه، ظاهر هم میشه ناپدید هم میشه. جن علیه اللیل یعنی وقت شب ناپدید شد، قرآن کریم کلمات قرآن کریم اصل بده. یعنی کلمه جن
که اگر ما به یه تعبیر ساده برتان بگویم، یعنی موجودات دیگه هست که در جهان وجود دارن که ما او را دیده نمیتونیم، یعنی از دید ما به یه دور هستن، ما قادر نیستیم که اونا را ببینیم. برقر جهانی که ما، زمینی که ما در زندگی میکنیم، فکر بکنین یک دانه ریگ در یک صحرا، یک ریگستان، خب ما از دیگاهش خبر نداریم، فقط یک دانه ریگ است که در صحرا واقعا عظمت این کائنات با مون با مون مقایسه است، بسیار عظیم است. و ما چیخ ما خبر نداریم که چیزهای دیگه در جهان ما آگاه نیستیم. پس هر او چیزی را که ما به چشم دیده نمیتونیم یا ما قادر نیستیم که ببینیم، او را میتونه که جن محسوب شود. و یکی هم مسئله جادو، البته کلمه جن یا کسایی که میخواین بیشتر در این مورد آگاهی پیدا بکنن، محمد نصر تفسیر زیاد کرده درش، در اپندکس یا زمینه بچه میچنده میشه، داخل قرآن داخل همون در البته در آنلاین است، پی دی اف است، چیزشون پی دی فایل در آخر قرآن کریم بر همه میسر است. کسایی که بخواهیم که واقعا ترجمه و تفسیر و نظر محمد نصر رو ببینن در آنلاین موجود است. و ضمن در مورد جن همه که دو صفحه فکر میکنم که دو صفحه مکمل، دو صفحه بسیار خرد مشترک در قرآن کریم محمد صفت، قرآن کریم کلانه هست البته که تقریبا 3-4 صفحه نوشته کردن زیاد در موردش. اگر میخواین که بیشتر معلومات پیدا کنن در اپندکس 2-3-4 چند زمینه دارن در آخر خود به اون مراجعه بکنن. یک شام جن است که چیزایی که دیده نمیشه و در اونجا تفسیر خوب کردن معامل هست. و ضمن مسئله جادو، کلمه جادو خب هم در بین مردم ما از تو یعنی آشنا هست، کلمهش آشنا هست و اقتدام فکر میکنه که کسی کی جادو میکنه. البته مبالغه هم زیاد شده که جادو کردن و زن و شوهر از هم جدا کردن اینا، کلمه در قرآن کریم آیه 101 شده فکر میکنه و سوره بقره همینه تقریبا یادم میکنه که آیه 102 هست که یعنی از چیزهایی که بخواهند دیگر انسانها را از همی چون را بکنن، که تا کلمه ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، حتی بین زن و شوهر هم جدایی بنداختن. یک دو ملکی بود که از در زمان سلیمان اینا از زمان سلیمان قصه جایی سزد دویات میکنه. اما جادو خودش اگر انسانی که به خدا توکل داره، به خدا اعتماد داره، هیچ وقت در انسان هیچ کسی هیچ چیز کرده نمیتونه جلو از این آیه. من یکی دوبار دوام یاد کردیم که هر کس جادو میکنه من اصلا چون من عقیده ندارم، برش توکل من به خدا هست، هیچ عقیده برش به جادو من ندارم و جادو نباید به جادو عقیده پیدا کرد، چون نکوهی شده، من شدیدن نکوهی شده. حتی قرآن کریم یاد میکنه که و ما کفر سلیمان ولیکن نمیجه و ما کفر سلیمان ولیکن نشیاطین نکفر، یعنی سلیمان کافر نبود در زمان از بود درسته، اما او کافر نبود، در حقیقت همون شیاطین یا انسانهای شیطان صفتی بود که همچون چیزا را دامن میزدن و بیشتر هم جدایی بین انسانها را مطرح میکردن، چیزایی میکردن. خب گفتم که اگر انسان به او چیزها تا اندازه تسلیم شود سرش تاثیر میکرد، برای که چیزها هست که در انسانها مربوط از عزیز که چقدر انسان خودش تسلیم همچون چیزها میشه. و از اوقات شاید چیزها باشیم که یک خانمه که از رابطه با شوهرش خراب است میگه که من میفهمم مرا کی جادو کرد، من خوب میفهمم، دشمن خودم میشناسم، مرا جادو کردن
و رابطش آمه یا شوهر من جادو کردن رابطش با ما خرابه، رابط خراب شده. اصلا این گناه هست، این گناه هست. شما در حقیقت تسلیم شدین به این حالت، یعنی آماده شدید قبول بکنین که تو یک چیزی هست. زن شوهر با بسیار خوبی، با لطف و مهربانی، با اعتماد به یکی دیگر و با عقل سلیم، استفاده از عقل سلیم، میتونن اگر مشکلاتی از در بینشون رفت و رفتش میکنن، حل و فصل میکنن. دیگه ای را اگر قبول کنیم که نگیره آبت ما سرده است بخاطر که فلانی ما را جادو کرده، خب یعنی ما تسلیم شدیم و این تسلیم شدن خودش رابطه را خرابتر میکنه و ما نباید تسلیم همچو خلافات شدیم. هیچ وقت، هیچ وقت تأثیر نداره. سر انسانی که توکلش به خدا هست هیچ وقت تأثیر نداره، اگر چی داری باشه، اگر چی داری باشه که به هر تلسم و جادو و هر چیزی که انسان ها بتانه یک کارای بکنه هیچ وقت تأثیر مثبت نداره، مگر بالای او کسایی که اونا ایمان ضعیف دارن و تسلیم همچون خرافات میشن. از به او خاطر باید ازش خودداری کرد. بله. آقای غفار زیوری البته دو سوال کردن در این مورد، مطلب خوبی است، باید یاد بکنم. بیننده خوبی دیگه ما صوفی فخری سلام گفتن، ما هم سلام خدمتتان تقدیم می کنم دوستان عزیزان و ضمناً دوستان خطایشان هم می گیریم انشاءالله. آقای زیوری یاد می کنن که نوشیدن الکل در حرارت 35 و 40 درجه ضرر داره فرزن. خب پس در شرایط سرد سایبری ها فرزن چی؟ یعنی با اوجه اگر الکل منع شده در عربستان بخاطر گرمی و حرارتش و از در سایبری ها چطور؟ خب هرچی که درست است که عربستان و سایبری ها بسیار زیاد از هم دیگر متفاوت هستند در درجه حرارتشان واقعا، اما قرآن کریم احکامش و اوامرش اینایی که میگه بیشتر موره، چیزای اخلاقی است، چیزایی است که یعنی اونا اگر مسلمانی که به سایبری هم باشن همین حکمش جاری است، حکم نوسی های شراب که من گفتم که در شرایط مختلف میتونه انسان ازش استفاده بکنه و اگر در عربستان یا در امریکا یا اروپا هر جایی باشه، یعنی حکم شراب اینا منوط و مربوط به این نیست که خب که در جای گرم، چون شراب معمولا یک گرمیه، کسی که شراب می نوشه شاید بیشتر خودشان میتونن که درک میکنن که گرم میشن، اگر اندازه گرم میشن خب اینی که در عربستان هم منع شد به او خاطر از دستای بیریا چی؟ اما نه، ببینید که اینا شراب، مضرات شراب البته ازش چشم پوشی نمیتونه شوال. قرآن کریم با می زیبایی که یاد کرد در آیه در آیه 219 سوره بقره که در مورد شراب است میپرسند، بگو که و اسم هما اکبر من نفع هما، یعنی نقصش از فایدهش که زیادتر است، نقصش از فایدهش که زیادتر است. پس خداوند ایره بر ما میرسانه که بله فوایده داره، شاید فواید محدود داره، اما نقصی که میرسونه بیشتر از فایده شد، شکل درش نید. من دیشب یک چند تا کلپ اینا رو میدیدم که باش که چیزای جالب شاید باشه در این مورد، ولی تحقیقات زیاد شده و چندین کلپ رو که من دیدم، یعنی به این نتیجه رسیدم که
مطمئن هستند محققین یا ساینتیست ها دکترها، اونا مطمئن هستند که یعنی صدمات برای برین یا عقل انسان یا مغز انسان بوده، بر مغز انسان صدمات را می رسانند، صدمات را وارد می کنند. شاید اگر اضافه دوام پیدا بکنند شاید دائمی باشد که انسان میره به الکولیزم. پردن امروز الکولیزم خودش یک مرض است، یک مرض تشکیل شده. الکولیزم یعنی کسایی که الکول زیاد می نوشن به یک مرض تبدیل شده. تداویشان شاید میاثر موقعی است که انسان ازش خودداری بکنه، چقدر سر خود سختی باید بیاره که یه باید تداوی شود، از او حالت پس براید، چقدر تأثیرات منفی در رابطه زن و شوهر دارد، چقدر تأثیرات منفی در رابطه کار و کارگر دارد. کار خود از دست میدن، زن و شوهر زندگی خود از دست میدن، برخورد با اولاد چقدر تغییر می کنه. کسایی که در به اون مرحله میرسند، الکولیک، این در اون مرحله میرسند. و یا به این معنی نیست که خب کسایی که به اون مرحله میرسند دیگران میتونن، کسایی که میتونن کنترل بکنن. چرا من میشناسم دوستایی که میگن بسیار ما 20 سال از مثلا شراب میخوریم، 30 سال از شراب میخوریم، بسیار اندک و کنترل خود دارن. که البته از نظر دینی خب خدا یاد کرده که اشتباه بکنن، اما هایی که انسان هایی که باز چقدر میتونن کنترل بکنن. چرا اینجا ما میکله ماندی و ما میتونم میکله به خدمت دوستان بسیار مختصر هست. البته there's something that happens in people's brains that compels them to really want and need to continue drinking. در اینجا یاد میکنه، در اینجا یاد میکنه که یک چیز، یک اتفاق به مغز انسان میفته، رخ میده به مغز انسان، یک اتفاق رخ میده یا تغییرات دیده میشن در مغز انسان که یعنی وادارش می سازد، وادار می سازد که بیشتر هم دفعاتش مثلا بیشتر بکنه و هم مقدارش بیشتر بکنه، یعنی بالاخره بره به سوی الکولیزم بره. این تغییرات مجبورش می سازد، مگر اینکه انسانهایی که کنترل شدید سر خود دارن و از ضررهای زیر درک می کنن و ازش خودداری می کنن یا نهایت کوش می کنن کمش کنن و بالاخره از بین ببرنش. در غیر از او انسان را میکشن به سوی که چون دماغ خودش یک سنه دماغ تحت تأثیر میآید، تأثیر سر دماغ میکنه و تأثیراتش شاید که به مرحله برسن که باز انسان دیگه نتانه خود را کنترل کرده بتانه. و ضمناً آقای زیوری در مورد تربیه اولاد یاد کردن که آیا در قرآن کریم از تربیه اولاد صحبت شده که اولاد چکنه تربیه شده؟ بله، در قرآن کریم هم صحبت شده از تربیه اولاد. آیات در سوره لقمان هست، فرزن آیات زیبایی هست سوره لقمان که سوره 33 قرآن پاک هست، ببخشید 31 قرآن پاک، سوره 33 سوره چیز هست عذاب، اما لقمان سوره 31 است. ببینید که اولاد در قسمت تربیه اولاد باید یاد بکنم که بهترین مربی بر اولاد پدر مادر شد، پدر مادر بهترین نمونه بر اولاد شد. هر قسمی که مادر و پدر برخورد میکنه با اولاد خود در حقیقت تعلیم میده بر اولاد، چه قسم لباس می پوشن، چه قسم
سوال جواب میگن، چه قسم چطور موقعی که در مقابل یک کسی که ناراحت هست چطور اصلا عمل نشان میده، چقدر معقول صحبت میکنه، چقدر منطقی صحبت میکنه، چقدر احترام بره گپ دیگرها داره، چقدر تحمل گپای موافق و مخالف داره. اینا تماما اولاد ها میگیرم، اولاد هایی که در دور پیش پدر مادر هستن حتما سر اولاد تأثیر خودم، اولاد میبینه اینا را و از امون میاموزن و پدر مادر بهترین نمونه برشان هست. من یقین دارم که همه امتحان کردن که اولادا وقت نماز میخوانه پدر مادر میاد در پالشون اصلاف میشن، ولو که بر از اون آدم نگفته باشم، خودش میاد و طرف سعی میکنه که باش شخصیم نصفای بسته کنه چی میکنه، نمیفهمد چی بخونه، ولی پدر مادرم خوش است که خوب است که میاد در پالی نصفای در اقل کم کم میاموزد. این در اقل نمونه است برای اولاد، رول مادر است در اقل بوده خود پدر مادر. وی که پدر مادرها اگر میخواین ببخشید اولاد سالم داشته باشه، که همه میخواین، باید خودشون سالم فکر بکنن و سالم عمل بکنن، درست عمل بکنن، فکر بکنیم که بسیار چیزای ساده. اگر یک تلفن به خانمه اولاد برادم اولاد برش میگه که برو به کی هست، اگر فلانی بود بگو که پدرم نیست. یعنی که میگیم پدرم نیست، در قطع اولاد ما در مسیر دیگه کشان نیم، یعنی واقعا واقعا صدمه میبیند تفل از این آیه. یعنی درو گفتن پس درست از دیگه اولادتو میابوزن. یک مثال هست من. یا هر مثال دیگه، هر مثال دیگه که ما بتونیم سرش فکر بکنیم. پس اینجا است که در مسائل دینی هم پدر مادر بهترین نمونه است بر اولاد خود، اما چقدر پدر مادر ها از مسائل دینی خود میفهمند، چقدر پدر مادر ها از فکر میکنن که اگر دختر خود چادر بپوشانن و پیش یک ملا روانش کنن که عربی قرآن یاد بگیره، فکر میکنن که نمی اسلامی شد دیگه. نه، اصلا شاید همون درست پام نباشه. بهترین و نزدیکترین دوست اطفال پدر مادر است، خودشان. اخلاق، محبت، صمیمیت، راستی و صداقت، تحمل و برداشت و این مسائل، روابط با دیگران، روابط با زن و شوهر، تمام اینا درس هاییست که اولادا میگیرن. یعنی زندگی روزمره ما برای اولادا خوب یک مکتب است، خوب یک مکتب است. ضرور نیست که ما در مسائل دینی هم برای در مسجد ملا روانشان بکنیم، برای زیگه امروز یک حالا مشکلات در اون طرف ها هست، هم مشکلات اخلاقی هست در اون طرف ها و از ضمن مشکلات اخلاقی مشکلات دیگه هم هست که مسائل عقیده بسیار خراب و ناجور را بر مردم میدن. بنامی برگشت به قرآن بفرمی؟ بله آقای محترم، سلام علیکم. سلام علیکم محترم، خوب هستید؟ بفرمی؟ بله، تشما خوب جانتون، بخیر. برنامه شما لایف هست؟ برنامه لایف هست، شما آواز در دوستای ما میشنوید، بله بفرمی. خب من در مورد نوشیدن مشروب و شراب خدمت شما عرض کنم نظر خود. بله. خداوند در قرآن شریف میفرماید که شما دوری بکنید از خمر و میسر و نزدیک نشوید به نماز وقتی که شما مست میباشید. و من با این دوم حساب خود در مسائل بشری قانون دریوری حکم میکنم شما تا 4 ساعت باید شما حق درایب نداریم وقتی که شما مشروب می‌نوشید و اندازه از در نظر به قانون تعیین کرده. کسایی که مثلا صحبت‌های شما به نظر من کمی تشویق میکنه مردم ما را
که اینا اگر مشروب میخورن کم میخورن مضر نیست، نال وقتایی مشروب میخورن که وقت نماز داخل میشه و اگر اینا مست میباشن نماز خفتن یا نماز دیگر یا نماز شام اینا از دست میدن. اینا سبب از این میشه که خوردن مشروب باعث از این میشه که اینا از نماز از عبادت دور میمانن. در سیومی که مطالعات علمی 50 سال قبل در فرانسه که تعداد مصرف کننده های واین و مشروبات الکلی بسیار زیاد بوده، در اونجا گفته بودن که مصرف کم مشروبات الکلی مخصوصا واین سرخ به صحت سال مفید است، اما مطالعات 10 سال قبل نشان داده که حتی مصرف اندکی مشروبات الکلی به صحت مضر است، به قلب مضر است و سیستم های مغزی را مختل میکنه و سلول های مغزی را از بین میبره. دیگر من در اینجا صحبت های شما را مشمیدم جهتی که مردم دوری بکنه از مشروبات الکلی به خاطر مضریاتش کمتر است و تشویق شما بیشتر و یست اگر شما بخورین کم بخورین مصرف کم داشته باشین بر شما مضر نیست. تشکر از تماستان، لطف کردین، خواهش میکنم، مهربان هستین، نظرتان محترم است. خب البته یعنی نظرات دوستان عزیزای ما محترم هستن که زنگ میزنن، نظرات خودم میگن و همین مطالب من یادم کردم که قرآن کریم که یاد میکنه که مفادم داره و نقصم داره، نقصش بیشتر از مفادش از های دوست از نزیش بری و قدر من یاد کردم میده که نقصش بیشتر از مفادش هست. هفته قبل امیره سرش تفسیر چون در مورد ناسخ و منسوخ بود، ناسخ و منسوخ صحبت کردیم، سرمی تفسیرهایی کردم که یعنی وقتی که انسان میبینه خداوند سبحان که یاد میکنه که نقصش از پایدش کرده زیاده است، خب انسان را در قد خود انسان پروگرام بکنه ببینه که یک چیزی که نقصش زیاد است ولی اگر در فایده داشته باشه حتما اگر در فایده داره یا فایدهایی که شاید اینا میاد کردن که یک وقت میگفتن که هم مقدار مصرف کمش سر قلبی نافردن یک تأثیر مثبت داره یا هر چیزی که هست، ولی آن پس اونا همونام تغییر دادن. به هر صورتش خداوند یاد میکنه که فایده هم داره اما فایدهش نقصش از فایدهش کردن زیادتر است. همین که نقصش از فایدهش کردن زیادتر است نگه ما این را یاد کردیم، هیچ وقت تشویقی نبوده، قطعا تشویقی نبوده. چطور تشویق نمیکنم؟ خودم شراب نمیخورم، خودم نه ابدا شراب بویم الکل، برای اینکه شراب حلال است، شراب نوشیدنی ها هست، هر نه نوشیدنی ها ما اگر برنامه رو دوستمون دیده باشن مذهب سرش تفسیر کردم، اما الکل نمی نوشم و الکل را من تشویق چطور بکنم؟ من به یک عقیده هستم خداوند سبحان که یاد کرده که نقصش از پایدش کرده زیاده است، ما عقل داریم، عقل ما بر ما میگه که وقتی یک چیزی که نقصش بیشتر از پایدش باشه عملی نمیکنه. به شما فکر کنین که ما شما اگر یک جای کار میکنیم روز $100 بر ما بردن پول بدن ولی مصرف ما در اون روز تا کجا را بریم و چی کنیم $150 باشه، مصرف ما $150 و عاید ما $100، آیا ما رو کار عملی میکنیم؟ آیا ما کار میگیریم یک جایی که بردن مصارف چیز داشته باشد، ترانسپورتیشنش، رفتنش، وقتش، تمامی چیزا و $100 بگیریم، $150 هم مصارف ما باشد؟ خب ابدا نمیگه، هیچ عقل سلیمی رو نمیپذیره. پس این خودش نشان میده که تشویقی نیست. حقایق قرآن باید یاد شد که قرآن کریم یاد کرده که یسالونه که عین الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. همونطور یک چیز هست که اگر من اشتباه نکرده باشم بخره 219 بله یسرونه که الخمر و المیسر قل فیه ما اسم کبیر، بگو که در اونا درش گناه بزرگ است
و منافع لناس و منفعت های بر مردم هست و اسمهما اکبر من نفعهما ولی گناهش بزرگتر از منفعت شد یا نقصش بزرگتر از منفعت شد و هر عقل سلیم این را میپذیره، هر عقل سلیم این را میپذیره که وقت نقص یک چیز بالاتر باشه از فایدش کرده، یعنی عاقلانه فکر کنن باید ترکش بکنن، عاقلانه فکر بکنن باید ترکش بکنن برای کامل. و اینم درست یاد کردن که در محصولی که نسا آی چلسیش خود یاد میکنن که در موقع چیز نخوریم که ما او را گفتم گواه منسوخ نشده به خاطر که امروز یک الکولیک است که فردان کس الکولیک است امروز مسلمان میشن و دیگر یک مدت کار داره که عیار به ساز وجود خود یه بلی؟ برنامه برگز بخورم بخورم؟ سلام آقای رسید ما ایدت خود سلام سلام ایده جان خوب هستین؟ سهد شما خوب بر شما هم چنان؟ شما را که میبینیم شکر که بچه هستید میبان هستید در وقتی که تنظیر کنم چیزی کنم یک تازه اومده متوجه ساختید بله در آیی از دوام میخوانیم که ایانان که ایمان آوردید روا نیست شما را به قصد برید این سر زنی که بیوه میشه یا ایوه شارس میتنی هست امی روا نیست و زنا به این جا کدام فکر این خب بدون رضایت یک زن وقتی که این نکا میشه آیا این تجاوز نیست این زنا نیست بدون رضایت بله 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 چون به این زن روانی نه گفته که زنا بله در آیه چی داد من میده برتا خبتان بکشم بیارم که در صحبت بله آیه 19 هم هست بله آیه 19 آیه خب البته بعضی ترجمه ها یک شمارش پس پیش میگو شما در ترجمه قرآن عربی آیه 19 هم هست که یاد میکنه که الذین آمنو ایش کسایی که ایمان دارین لا یحل لکم حلال نیست برای شما، حلال نیست برای شما که زنا را به ارث ببرین، زنا را به ارث ببرین حلال نیست برای شما که اون توضیح که من دادم در مورد از اینکه فرزند یک مثال در کلچر ما هست فرزند که یک خانم یک شوهر وفات میکنه مرد ایورایش فرزند میگن به نام ننگ و غیرت ما این ننگ و غیرت ماست ما نمیمانیم در حقیقت و به زور و خانمه به خود نکاح میکنن پس این حلال نیست برد تا خدا میگه که حلال نیست وقتی که حلال نیست آیا این زنا نیست؟ خب همین ما بین حلال نیست و زنا چیست؟ بله این وقت به این صورت به خلاف رضایت یک من بله یعنی نکار دورت میگیرم متاسفانه بله بله از این کارها زیاد شده و ایده جان بله 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 که بعد نامه که این تشتی میکنن که اگر که از خاطق میراس و بزرخ فاجعت یک حالت واقع میشه که اینجا به خلاف رضایت یک من یک تصمیم گرفتن درست میگه درست میگه ببینید کاملا درست میگه ولی متاسفانه در کلچر ما بسیار خلاهای زیاد کلچر به نام اسلامی که میگیم بسیار خلاهای ضد اسلامی داره والا حالا شما فکر کنین یعنی وقتی که امو خانمه که قطعا نمیخواه که امرای ور خود ازدواج بکنه یه به نام ننگ و غیرت میخواهن بگیرن ولی وقت ملای را میارن ملاوجا میشینن بر از او به یک شکل بگویم که فقط یک بله بگو بس خلاص دیگر اون رو بله سر از او میگن و ایام خاطرشان جمع از کنه خودش بله گفته رضایت شد دیگر در حالی که سر از او قبولاندن که بله باید بگویی یعنی امور هم سرشان قصر روز خانم قبولاندن برای این خانم بیچاره از خود همین صلاحیت رو نداره اون جکشش باید بگوید که بله میگیریش بله من میگیرم بله ملا میگیره میگه که یعنی خلاص که بله گفتی صحیح دیگر عواز دیگر در حالی که در غیر از او اگر خانم بوه نه من نمیخوایم بگیرم اصلا مطلق حرام است برش خب درست است که از این نکاح ها متاسفانه همچون نکاح بسیار زیاد در وطن ما بوده و امروز هم وجود داره متاسفانه در وطن ما
که باید اصلاح شود. جهان ببخشید گفتم مثلا که جهان اسلام وجود دارد در کل ممالک اسلامی، تنها نمی در افغانستان، در همه جای وجود دارد. درست میگه. خارج از افغانستان هم ممالک غربی هم که انسان ها زندگی میکنن، این عین حالت که دون رضایت یک زن پدر مادر یک دختر پدر مادرش تصمیم میگیره که دون نمیره آرزی میکنه. بله. من چیز دقیق که سرش میکنم که در وقتی که یاد میشه که این برای شما روانی برای یک انسان در قرآن یاد میکنن و یک دفعه هم که یاد میشه که این زناز امی در غیر مانای لغوی روانیت و زنا هست به این قسمت چی رقم بشنی میکنیم شما؟ ببینیم که مسئله این که روان نیست یک چیز یعنی حلال نیست برای شما حرام است. زنا هم حرام است و این که یک کس را مخالف میلش همراهش یک کس ازدواج میکنه خب نامش ازدواج است، نامش ازدواج ماندن ولی حرام است برای دیگه ما یعنی شرایط اصلی ازدواج شرط یگانه شرط اصلی ازدواج همی قبولی است که در اردو یکی دیگر را باید تایید بکنن، یکی دیگر را باید دوست داشته باشن، یکی دیگر را باید بخواین و میل و رغبت خود باید این کار را بکنن، نه که سرش بقبولانن و بازو مجبور شده ورزی که کاکایش می ازش خواهش میکنه، پدرش مادرش که همه بچه می این کار بکنن بعد از همه چیم چطور چی کار اینا زیر فشار میگیرن رو بیچاره و خانم چی کنن. یه در کلچر ما بسیار نواقص جدی وجود دارد. اونمو امونا حلال نیست ولا. ولا که بله گفته خانم. حلال نیست پس زناست. خب یعنی که وقت حلال نباشه مسلمان که ای که کلمه زنا رو یاد کردین در کدام ما یک گفتین یاد شده همه تر یک جای گفتین زنا گفته شده؟ بله در وقتی که در وقت نکاح. بله. یعنی چند هفته پیشتر که نکاح سر ازدواج و نکاح کرد شدید همون وقتا ما برسان تلفون کرده بودم و این موضوع که من را زیادر می پیچه که ما اینمی فرق روان نیست و یک چیزی که زنام همیشه من می پیچه و بسی فرق متاسفانه بگویم که جواب قانی تا بوله نگرفتیم بله بله. ببینید خب امی که روان نیست البته در اینجا یاد نمی کنه که زنا هست ولی خب یعنی اون نفر راضی نیست وقتی که راضی نباشه باز بازی است که تقریبا گناهشون رو گناه هست اما با اون شرایطی که فرزن زنا باز جزایی داره و فرزن چارشاید باید بیایه و زن سرچلاق باید بخورن اینا خب به این شرایط نیست دیگه یعنی به اون خاطر نمیتونم کمی اصطلاح رو به اون بکار ببرم اما این که حلال نیست کاملا ناروا هست دیگه یک خانم را اکثرش مجبور میخوایم که همیشه مثال برای افغانستان بزنم برای اینکه این ما یک موضوع رو سر قرآن گپ میزنیم قرآن شما همیشه توضیح میکنیم بر ما نمونه مملکت افغانستان نیست بر ما نمونه کل جهان اسلام است از اون خاطر مرا غلط نفهمید که من چرا سر افغانستان نمیگم ما سر موضوع اسلام که وقتی که گپ بزنم میشه سر قرآن این موضوع جهانی موضوع اسلامی نه موضوع یک مملکت در مملکت ورق و کلتور از و یک نوع از دین سوی استفاده می کاملا 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 درست شما را ببخشید که شما را اینجا ما انتقاد نمی کنم که شما می شد افغانستان و مملکت ما می گید اگر چیزی که بر من مهم است شما وقتی که جد می دهید بله؟ و شما قرآن توضیح می کنید شما کلتور افغانستان توضیح نمی کنید درست میگه؟ درست میگه؟ از خاطر ما امی موضوعی که از میشه یاد میشه که در مملکت ما درست مملکت مثل دیگه ممالک دنیا یک مملکت است که انسان ها هر اصلا قانون برای خود میکنن ما سر اسلام گفت میزنیم نه سر افغانستان بله بلی بسیار درست میگه نه بسیار درست است بسیار درست است و ایده جد که شما همیشه وقتی که مثال میگید میگیم که در افغانستان مسجد خوب ما یک جمعیت افغانی هستیم تایی مگر شما از قرآن گرد میزنید توضیح میکنید از قرآن از اسلام نه از افغانستان کاملا چون درست میگه این مشکل جهانی است کاملا درست است مشکل افغانستان تنها نیست و همین مشکل در خصوص در مسئله نکاح و همین ازدواج ها و اینا
در جهان اسلام در همه جای مشکلات وجود داره و از افغانستان هم که آمده، خب از دیگه جای آمده، بیشتر همون ملایی که در عربستان درس خوانده آمده اون چیز تبلیغ میکنه، در پاکستان درس خوانده آمده اون چیز تبلیغ میکنه. ذهنیت اون همون ذهنیت تاریک است که میارن. شما فکر کنین که یک خانم را، یک کسی را که مثلا به سن بلوغ هم نرسیده، 12 سال 13 سال 14 سال، پدر و مادرش میاد برای یک نفر دیگه میته، میگن ولیش است، ولیش است، در حالی که دختر اصلا، دختر هیچ اجازه نیست که دختر ازدواج بکنه، اون دختر خودش باید راضی باشه، اون دختر به سن بلوغ باید برسه که بفهمه که من میره امی ازدواج امی نفر بگیرم یا نگیرم. اصلا اون دختر هیچ مهم نیست، ولی پدر و مادرش مهم است، دوست پدرش بوده یا دوست کاکاش بوده یا ماماش بوده، یک شکل اون دختر رو برش میتن که پدر کلانش برش میگه یا کاکاش میگه یا ماماش میگه، اون دختر رو برش میتن و حیات اون دختر خراب میکنن. بسیار فوق العاده زیادی که دختر 4-5 ساله خوب معنوز یک جنایت است که ما بارهایی را یاد کردیم که اون را برش عقد میکنن. اینا تماما در کشورهای اسلامی بسیار درست میگن و ایده جان شما که مشکل تمام جهان است که افغانستان بیشتر یاد میکنه، برای اینکه بیننده ما خوب همی افغان عزیز ماست که از این مشکل است، اما در سطح جهانی بلی مشکل وجود داره، برای اینکه فقه اونمو روایات اونمو خرافات در عربستان، در پاکستان، در افغانستان، در اروپا، امریکا هم همین چیز آمده. من تا خوشبختانه که در اروپا، امریکا باز جوان ها خودشان بیشتر صلاحیت دارن، بیشتر حقوق خود میخوان در اینجا این کارها را کردن نمیتونن. اما گرچه که یک کسی در فرانسه کلپشن فکر میکنم ماندون در ارتباط که یک دختر جوانه که و پسر مسیح میخواست ازدواج بکنه یا میخواست که رفیق شو همراهشان، دوست و رفیق شو بشناسن یکی دیگره، فامیلشان این دختر لطکوب هم کرده و از امنا سرشان تراشیده در اروپا، در فرانسه. از این سریف یک موضوع است که در تمام دنیا، در آلمان، در مسئله ترکا که در اونجا زیادتر در از این موضوع خیلی ساخته شده. بله. کاملا درست میگه. نه بسیار درست. بله کاملا درست است. کاملا درست میگه. نه بچه. از دو خاطر مشکلات خدا داره. درست میکنم. یعنی کاملا بسیار تشکر میکنم. من فکر میکنم که یعنی که قرآن کریم یاد میکنه که لا یحل لکم، چیز زیاد شده که لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، حلال نیست برای شما. خب یک چیزی که حلال نیست حرام است. انسان مرتکب حرام شد، زنا هم حرام است و ای ازدواج هم حرام است. قرآن کریم به صراحت یادش میکنه انسان مؤمن باید جدن ازش خودداری بکنه، ولی متاسفانه در کلچر ما ویده جانت رکالت شده که کوشش کردن یک راه جور بکنن، یعنی تقلب کاری با خدا تقلب کاری شده. بالا
با خدا تقلب کاری شده، یعنی یک رای جور بکنن که او را وادار بسازن که فقط بله بگو در مقابل دو نفر شاید بله بگو صحیح است. یعنی خبر ندارن که خدا از قلبای هم آگاه است، قلب از او آزاد آماده نیست، اون نمیخواین این کار هست. شما مجبورش ساختین. لا اکراه فی دین چی معنا میده؟ در امور دین جبر اکراه نیست. آیا ازدواج مگر از امور دین نیست؟ اساسی ترین امور دین ازدواج است، برای اینکه خانه و خانواده تشکیل میکنه، اولاد میاره، یک فامیل اسلامی تشکیل میشه. در اونجا کلچر ما آمیخته شده با دروغ ها انواع و اقسامش. دیگه اونجا امید است که همه بگیم کلچر امروی دین یا یک جایی کنم، سیاست اکبیدین یک جایی کنم، همه چیزه، همه چیزه راست میگه و این باعث این تشنج و این بیتفاقی و این ظلمی که در دنیا میشه از بله. واقعا و می مشکل کلان در حالی که دین مشکل کل ممالک اسلامیستی یا شریعه را پیش میگیرن یا بعد رقم که میتونن یا یک خط صحیح جدا کرده نمیتونن که اینی دین ما بله. اینی سیاست ما. این مشکل است که شاید ما زنده نباشیم که مشکل حل شود. مگر تشکر از این وقت بسیار بسیار لطف کردین وحید جان، بسیار تشکر از تماستان و تشکر از نظرات خوبتان. خواهش میکنم، خدا نگهدار برای شما همچنان با امان خدا. من فکر میکنم یگانه راهش، یگانه راه اصلاح ما، اصلاح جامعه اسلامی ما در سراسر جهان اسلام، یکانه راهش جدایی دین و دولت هست. جدایی دین و دولت که از هم باید جدا شد. بعضا دوستان انتقاد میکنن، دوستان انتقاد میکنن که خب در زمان پیامبر خدا خود دین و دولت، هر دوش پیامبر خدا هم قماندان نظامی بود، هم پیامبر بود، هم یک سیاست مدار بود و هم رئیس دولت بود. ولی او پیامبر بود، او وحی میگرفت، او از این کلام پیروی میکرد. امروز پیامبر چشمش پود شد، صدها هزار دروغ بنام از او بستن و اسلام را ساختن که یک اسلام را ساختن که به اساس دروغ، به اساس دروغ ها منطبه اون نسبت دادنش، به اساس دروغ ها، دروغ های صدها پنج صدها نه، صدها هزار دروغ برش نسبت دادن. در این کتاب های بنامه سی بخاری و سی مسلم و ابن ماجه و ابن داود و نسائی و ترمذی و اینا مقبول مقبول کتاب ها هست، ماندنش کلش صحیح، بنامش بنام صحیح گفتن تا مردم رو بپذیرن. یعنی اسلام ما، اسلام امروزه که ما داریم، اساسش با این غلط دروغ ها هست، پایه‌هایش به دروغ بنا شده. اینا وقتی ما میگیم که اسلام سیاسی چیز اسلام و دین و دولت از هم جدا شده، مردم که انتقاد میکنن فکر میکنن که خب دین رو نمی دینه که امروز اینه میاست، اون دین است محمد صلی الله علیه و آله آورد دین متر بود. ابدا همچون چیزی نبود، ابدا. ما براتون کلیپ گذاشتیم و میگه شخصیت های محقق است که عمر خود را تیر کردن، کتاب ها نوشته کردن، یاد میکنن که من آمد البخاری فقط کفر، کسی که به بخاری ما نورد در خط کافر شد. و دیروز یک کلپ شمی خواهد، یک کلپ شخصیت دیگی را که دکتر ماهر عبدو یا دکتر احمد عبدو ماهر که یاد میکنن که این اسلام که ما داره، یعنی امی روش را که ما در پیش گرفتیم، این دین شیطان است نه دین خدا، دین محمد نه، این محمد این ناورده به این شکل، این دین شیطان است. و لامت رو یاد میکنن کلپ هم، کلپ هم کلپ های خودم مانده در برنامه دین شیطان، دین ابلیس. میگه دین شیطان است برای اینکه چیزی که خواست خدا نبود و چیزی که از پیامبرش نبود به نام پیامبر نسبت دادن، حتما دین شیطان است. دین یعنی قانون، قانون شیطانه. امروز مسلمان تطبیق میکنه، مسلمان عمل میکنه تمامشه. و این مسلمانایی که سر قدرت هستن به خاطر قدرتی کار را شده،
به خاطر قدرت، به خاطر نفوذ داشته باشن، به خاطر زور داشته باشن. تمامی کارا به خاطر قدرت شده و هیچ ای کارا این از دست هم نمیتن، برای این قدرت خود نمیخواین از دست بدن و این دروغ نگاه میکنن، از این دروغ دفاع میکنن و از این دروغ توجیه میکنن. بنامی برگشت به قرآن میخواهم بله سلام علیکم آقای خوب هستیم؟ ساعت شما خوب خیلیه؟ مهربان هستیم؟ الحمدلله خدا را شکر. شکر شما هستیم، شکر الحمدلله. بفرمایید. من گفتم معنی شما گفتم اما خاطر دروغ مردم نکردم. من میدان هیچ ملاوی نشنویده بود از قرآن جمع دارن. از اشم میگم از در دنبالی تو گفت، از در دنبالی تو گفت، فرانی تو گفت، فرانی تو گفت. اصلا من میگه تو قرآن شد. راست میگه. ولو یک آیه قرآن هم اگر بخوانن، یک آیه قرآن هم بخوانن، بود متاسفانه که آیه را میخوانن مردم فکر میکنن که آیه قرآن خواند، ولی باز میره قصه و داستانش دیگه کلش دمو روایات و خرافات اینا میرن. بله 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 درست میگه. بله بسیار درست میگه. والا بعض هم کاملا درست میگه. بله مشکل ما همین مشکل کلان ما میست. بله خدا امرتون باشه. کاملا بله واقعا واقعا بله خواهش میکنم. خدا امرتون باشه. بسیار لطف کردین. مهربان هستین. شما ساعت و سلامت باشین انشاءالله. بسیار تشکر از شما همچنان. خدا نگهدارتان باشه. واقعا واقعا بلی بلی امی مشکل کلان ماست، ولی امیدش هست. امیدش بسیار زیاده. ناامید نیستیم. امیدوار هستیم که مسلمان های ما، مسلمان های خوب شکر زیاد داریم، هنوز هم با می خرافات علاقمند هستن. نمی فهمن، شاید فکر میکنن که خب اینمی همینطور بوده دیگه، در حالی که یک خرافات بیش نیست و والا سخت پیش خدا مسئول هستیم اگر آل ما راه خدا بهتر نسازیم. برنامه برگشت به قرآن بفرمایید. سلام کاری گل خوب هستین؟ ساعت شما خوب چطور است؟ بفرمایید. بیشتر شما گفتین که انسان ها از آدم آوا و اصلا آدمون اصلا آمدن. این خود از 2000 سال این کتاب های آسمانی از 2500 سال بیشتر نمیدن. بله. من سوال ما شما چی فکر میکنین؟ آیا انسان ها در این زمین نسل انسان از بلد رو بینجا کالست یا قبلن انسان ها بودن؟ ببینید انسان ها خواه از دیده البته قرآن کریم یک وقت برش نمیده، وقت برش نمیده، اما بایبل بیشتر از نظر بایبل که آدم میبینه در حدود 8-9-7-8 هزار سال بیشتر نمیشه که از خلقت آدم 7-8 هزار سال که قرآن کریم البته تاریخ نمیده، ولی قرآن کریم هم نوا هست برش همراه بایبل، برازی که خب حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح، حضرات نوح، آدم، اینا تمامشان در مو دورانهایی بودن که از یعنی نهایتش که ببینیم از 7-8 هزار سال تجاوز نمی کنن، در حالی که حفریات و اینا نشان می ده که تحقیقات نشان می ده که
میلیون ها سال اسکلت انسان ها بوده، میلیون ها سال بوده اصلا. از نگاه علم و تکنولوژی بود که قرآن کریم والا یک اشارات داره، اشارات ظریف داره که شاید یعنی این از 2000 تا 2500 سال سه هزار سال مکسیمم باوجود آمده، گرچه که انسان ها در این زمین سال های سال بودن، ولی از این زمین همه قدر سال میشه. در 3000 سال، 2000 سال از مسیحیت میشه، 1300 سال از یهودیت پیش از او بود، حضرت موسی تقریبا 3000-3500 سال نهایتش، البته پیش از او با نوح اینا که خب نوح و آدم اینا خلق شد، گفتم نهایتش میره به 7000 سال تقریبا میشه. اما این فسیلا که نشان میده خب میلیون ها سال نشان میده، هیچ مقایسه نمیشه. اما قرآن کریم یک اشارات داره، قرآن کریم اشارات داره که فرضاً در آیه 30 سوره بقره است، در اونجا امیر یاد میکنه که یعنی وقتی که ملائکه انسان خلق میشد و ملائکه پرسان کرد و خداوند ملائکه گفت که یعنی آدم خلق میکنه که باز خون ریزی بکنن و فساد بکنن، یعنی خودش یک اشاره بر ما کرد که در حقیقت نسل های انسان بوده، نه ابوالبشر که این گفت پیشتر یک موضوع دیگرم گفتیم رجیب به جنگ دیده نمیشه. یعنی قدرت خداوند که گفته که انسان ها را بیشتر قدرت داده، من همه چیز کرده، اما جنگ از انسان کده قدرتش زیاد است، شیطان از انسان کده قدرتش زیاد است. ببینید شیطان انسان بردی میده، من میدم جنگ از کاری که میخواید در سر انسان میکنه. بسیار تشکر، ما انسان ها تشکر بسیار زیاد داد کردین، وقتم تمام شده، انشالله من میدونم خواهش میکنم، خداوند همراهتان باشه، خدا نگهدار شما باشه، با ما نگهدار. ولی همین چیزهایی هست که البته قابل تبصره هست، انشالله اگه شد در آینده سرش تبصره بکنیم. بینده گرامی شما را با خداوند سبحان مسپارم، خداوند یار و مددگار همه ایتان باشه در هر کجایی که باشید.